کلیله و دوستان، بهترین سریال ساخته شده در کل جهان. تحسین شده در تمام جشنواره‌های منظومه شمسی با شرکت برادران هاپو. هنرمند دوست داشتنی گوسپن در نقش ببو. کلاغ فوزول در نقش سارمن. خروس هنجر تلایی در نقش شقاقه. روباه نغلا در نقش سمنو. علاق دانا در نقش زنجفیل. وارک در نقش گارک. روباه بلا در نقش خفه. روباه در نقش روباه. شیر درنده در نقش شرخان. و هنرمند دوست داشتنی کلاله. فرندی فایر خاموش بود. سوسه به درد نخور. این یکی رو میزنم. داغه لوبیا بودا داغه. چیه زنجفیل گشنته؟ یکم از این بخور قوت بگیری. داداش خوبی؟ داداش گل، داداش خان، داداش داداش بهت گفتم فرندی پای رو خاموش نکن، کردی. الان تو بازی و باختی من همه زندگیم. ای داداش، قبلا بودی یه دستی سر و گوش ما میکشیدی، یه مهربونی میکردی. چه شده است؟ همه مزرعه را روی سرت گذاشته. ای کلیله، دعا کنی شب عیدی من درمونده یه زن و بچم نشم. یه صد بار گفتم اون فرندی پایه رو خاموش نکن. چه میگویی ای هاپو؟ برادرم رو کشتم، اینم خونشه. این بوی گوجه فرنگی از کجا میاد؟ منم دارم به همین فکر میکنم. وای داره روحشم حرف میزنه. صد بار گفتم اون فرندی پایه رو خاموش نکن. منم صد بار گفتم تونتون سیف کن. ای منم صد بار گفتم سریال در بیت خارجی نبینیم. آی جانم وای آی 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 متشکرم. اینقدر سر صدا نکنین، ببینم این چیه داره میاد سمت مزرعه. این دیگه کیه؟ یعنی چی کار داره؟ سلام. سلام. خوشحالم که همه تون سالمین، اما وقت زیادی نداریم، باید عجله کرد. ما هم خوشحالیم که شما سالم هستید. ببخشید شما؟ معذرت میخوام، اینقدر عجله داشتم که فراموش کردم خودم رو معرفی کنم. من پروفسور یوری، فوق تخصص هوافضا، ربات و کارهای اینجوری. وا چیه؟ حالا مثلا تو فهمیدی چی گفت؟ معلومه، فوق تخصص هوافضا و ربات. بی خیال بابا، تو از کجا فهمیدی؟ خنگی دیگه، تو زیرنویس همه رو نوشت. پس فهمیدی. ربات چیه؟ بی سواد، ربات چی نیست؟ ربات یه منطقه است که مال آقا کریم.
یک خطر بزرگ شما به مزرعتون رو تهدید میکنه. این شهاب سنگ داره به سمت مزرعه شما میاد و هر لحظه ممکنه با شما برخورد کنه. بله، اون شهاب سنگ داره به سمت مزرعه شما میاد و هر لحظه ممکنه با شما برخورد کنه. با این شهاب سنگ داره به سمت مزرعه ما میاد و هر لحظه ممکنه با ما برخورد کنه. یعنی این شهاب سنگ داره به سمت مزرعه ما میاد و هر لحظه ممکنه با ما برخورد کنه. داده بوده برو سیف بگیر، این شهاب سنگ داره به سمت مزرعه ما میاد و هر لحظه ممکنه با ما برخورد کنه. بذار تایپ کنم. هشتگ سنگ، هشتگ سیف، هشتگ گیم اوور، هشتگ پشتگ. مثل این که شما ها متوجه حرفای من نمیشید. هشتگ لوکسری هم بذار. خواهش میکنم حرفامو جدی بگیرید. الان میزنم رجوع. باش شما. معذرت میخوام ولی مسئله خیلی جدیه. آرام باشی جناب یوری. شما گفتید که یک شهاب سنگ بزرگ داره به طرف ما میاد، اما چرا این اتفاق افتاده؟ خب علتش به این خاطره که یه روز یه مرده میخوره به نرده برمیگرده. درد بیمزه مزخرف با این جوکای بیمزه شون واقعا که آقا یوری حالتون خوبه؟ بله خوب. راستش این اتفاق در اثر جابجایی برخی سیارات فضایی هر هزار سال یک بار میفته. یعنی الان هزار سال گذشته؟ دادا سیف رو هشتگ سیف، هشتگ هزار، هشتگ چی میگی؟ حالا اصلا مهم نیست چند هزار سال، چیزی که مهمه اینی که شما باید هرچه زودتر این مزرعه رو ترک کنید. چرا؟ چون طبق محاسبات من اون شهاب سنگ درست با مزرعه شما برخورد خواهد کرد. با چرا اینجا؟ پس کجا؟ اونجا. حالا چرا اونجا؟ اینجا؟ اونجا نه. حتما از مزرعه ما خوشش اومده. من فهمیدم. کار روباهه. داره شهاب سنگ میندازه ما فرار کنیم. اگه اون شهاب سنگ بندازه ما شهاب صخره میندازیم. شهاب کوه. شهاب رشته کوه. شهاب کوهستان. شهاب شهرستان. میشود بس کنید؟ دوستان این اتفاق ربطی به روباه نداره. ازتون خواهش میکنم اینجا رو ترک کنید وگرنه نابود میشید. من از جام تکون نمیخورم. منم همینطور. ولی آخه چرا؟ چون مزرعه‌مون رو دوست داری. منم اگه از اینجا برم بیرون روباه قلفتی میخورد. چرا متوجه نیستین شهاب سنگ الانه که برسه؟ خواهش میکنم توجه کنید. خواهش میکنم. من که چیزی نمیبینم. منم اصلا هر وقت رسید خبرمون کن. دوستان اجازه بدید، ممکن است قضیه جدی باشد. آقای یوری، آیا واقعا خطری ما را تهدید میکند؟ بله، وگرنه من این همه راه نمی اومدم تا به شما اطلاع بدم. واه واه، مگه ما گفتیم بیا اینجا؟ دوستان خواهش میکنم اجازه بدید، گویا قضیه جدی است. اصلا بگذارید قصه ای برایتان تعریف کنم. قصه چیه؟ وقت نداریم. شنیدن این حکایت همه را از این وضع نجات میدهد. آوردند در یک آبگیر آرام و دنج، سه تا ماهی قشنگ با خوبی و خوشی زندگی میکردند. اونها سالها بود با هم دوست بودند تا اینکه یک روز 1301، 1302، 1303. بیا. نه عزیزم زوده. آخه هنوز قایم نشدیم. ای بابا زود بشی بره قایم شین دیگه. یکی که دو دیگه بیخیال قصه. شما آقا روباه اونجا رو نگاه، ماهی چلوس خوراک نهار یه روزه. بازم مامانم دورم کجا گذاشتم برم بیارم تا ماهی قل نزاشته. وقت نهار دل من داره مینال یه سانده بیج ماهی حال منو جا میاره. شنیدی روباهی چی گفت؟ من احساس خسر میکنم. وا چی میگی تو؟ بله گرفته خیلی با نمک بود. آره خیلی نمکی بود. تو چرا دیالوگتو تموم نمی کنی؟ بیخیال چی میگی؟ او میخواد بخورتمون. باید هرچه زودتر از همون جایی که آبروز خونه وارد آبگیر میشه فرار کنیم. وقتی روبا بیاد اینجا و ببین اینجا خالیه میره و بعد ما میتونیم دوباره برگردیم همینجا. ابرو دهنگوشات خواهش میکنم با من بیاین. من که حال اومدن ندارم. منم میخوام بازی کنم. ببین تو همین جوری هم خوبی، اینقدر دیالوگتو نکش. باشه. با اینکه دلم نمیخواد تنهاتون بسرم ولی مجبورم تنهایی برم.
برو بابا. حالا چی بازی کنی؟ وسطی چطور عزیزم؟ کلیله، کلیله. بله بله، دو ماهی باقی مانده مشغول بازی وسطی شدن. چطورش را نمیدانم، اما طولی نکشید که اومدم و باز اومدم و با یه توره باز اومدم پی ماهی اومدم. اه 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 اینا که سه تا بودن. کجا رفتی؟ کجا رفتی؟ من سیر نمیشم، باید هر جور شده اینا رو بگیرم، مگر نه از گشنگی بنده میمیرم. الان میرم راه آبا میگیرم. نگاه کن، روباه دوباره برگشت. بیریخ راست میگفت، بیا زودتر فرار کنی. بیخیالم رو، کاری با مون نداره. نگاه کن، راه آبگیرم بسته شده، باید یه فکری بکنی. ایش، من فکرم نمیاد، خودت هر کاری میخوای بکن. ای بابا تو هم. آها فهمیدم. چرا همچین شد؟ اینا جنبه خوندن ندارن. این دیگه به درد من نمیخوره. برم سراغ آخری تا بلش سرش نیومده. خوشحالم که میبینم ات ابرو. پس انگوشات کو. نتونستم با خودم بیارمش. بچه ها نگران نباشید، من تو ماهی خوشگلیم و منو واسه آکواریومش میخواد. آره نمیخوره اتا. بله دوستان من، ماهی سوم به خاطر سهل‌انگاری و تنبلی خودش در دام روباه افتاد و دو ماهی دیگر به خاطر دوراندیشی و آینده نگریشون نجات پیدا کردن. اینه که از قدیم گفتن علاج واقعی را پیش از وقوع باید کرد. اما به نظر من بیریخ نباید دوستاشو تنها میذاشت و میرفت. بله؟ پس انتظار داشتی چی کار میکرد؟ باید هر طوری بود دوستاشو با خودش میبرد. احساس میکنم که داری به قصه من ایراد میگیری. من فقط میگم بیری خیلی کار بدی کرد، برای همین ابرو از اون یاد گرفته و دوستاشو ول کرد. این یعنی الگو برداری غلط. تو داری از قصه من ایراد میگیری؟ نه. ولی داری میگیری؟ نه. داری میگیری؟ نه. میگیری؟ نه بابا. اصلا از کجا معلوم تو از طرف روباه نیست؟ چی؟ آقا بنده فهمیدم، ایشان از طرف روباه هستن. الان داستان زاغ و مار را تعریف میکنم تو همه بر علیه تو به پا خیزن. هی فریب کار داستان خراب کن. ها؟ جدی داری میگی؟ زود باش بگو داستان خوب بود. نکن دارم از آقا اعتراف میگیرم. بله؟ ها؟ شابسنگ الانا که بخوره تو مزرعه‌مون. باید زودتر فرار کنیم. دادا من دلم نمیاد مزرعه‌مون خراب بشه، باید کاری کنیم جهت شابسنگ تغییر کنه. آخی چجوری؟ وای چه شابسنگ با نمکیه. بله؟ چه دیالوگ آشنایی. بفرما، داستانت بد آموزی داشت. تو از جانب روبه آمدی. نخیر تو داستانت بده. روبه به تو پول داده، تو از داستان من ایراد بگیر. نخیر روبه به من پول نداده. سری بگو روبه به تو چه داد. نخود چی؟ مشاهده نبودی دوستان؟ ایشان در ازای نخودی میخوان داستان بنده را خراب کنن. کلیله یوری میشه بس کنید؟ آپو تو هم از جانب روبه هستی. کلیله جون. بله؟ باشد، حال چه کنیم؟ باید یه جوری جهتشو عوض کنیم، مدلمون نمیاد این مزرعه خراب بشه. بله همینطوره. فقط من یک موشک میشه جهتشو عوض کرد. چجور موشکی؟ چطوری بگم؟ یه موشک بزرگ، یه چیزی شبیه این. حالش بدین را بیفته دیگه. این که هول دادنی نیست، سوخت لازم داره. ولی ما که سوخت نداریم. آره خوبه، میشه ازش به عنوان سوخت استفاده کرد. اونو زیر موشک بذارین و هرچی سس تند و فلفل هم دارین بریزین توش، بعد ازش فاصله بگیرین. Thank you.
اگر داستان من نبود شهاب سنگ حتما با مزرعه‌ای برخورد می‌کرد. اصلا اینطور نیست. اگه این داستان رو از این قسمت هست کنین بیننده هیچی از دست نمیده. داداش به خاطر چهار تا نخوچی داستانه به این خوبی‌ها خراب نکن. ای بابا من باید برم کار دارم. از آشناییتون خیلی خوشحال شدم. تا دیدار دیگر خدا نگهدار. خدا نگهدار. به روبه سلام برسان. خدا نگهدار. شانس آوردم متوجه نشدن همه این اتفاقات به خاطر اشتباه خودم بود. بله مرکز فضایی نازنینم.